از سانتین ایسانه که همه که و ایمان متشکرم که برنامه ارتباط ایمان را دنبال میکنید جایی که میتونیم شما را به خداوند ارتباط بدیم دوستان عزیز سلام عرضیم کنم خدمت یکایی که شما به برنامه ارتباط ایمان خوش آمدید خدا را شکر میکنیم باز برای این فرصت برای فیض و رحمت خداوند که هر روز با ماست به ما این رحمت ها رو این فیضا رو میده تا بتونیم بیشتر از خداوندمون شناخت پیدا کنیم بخونیم کلامش رو و بیشتر با خداوند راه بریم خدا رو شکر برای عیسی مسیح خدا رو شکر که ما را نجات داد با خون خودش روی صلیب که خونش رو ریخت تا ما بتونیم نجات پیدا کنیم بتونیم آمرزیده آم بشیم از گناهان این محبت بزرگی بود که خداوند نسبت به ما نشون داد دوستان میخواهیم با دعا برنامه امروز رو شروع کنیم بیاد بریم به حضور خداوند و دعا کنیم خدا تو رو شکر میکنیم برای امروز شکر تیم خداوند برای نجات عظیم ایسای مسیح که روی صلیب برای ما برمغان آورد شکر تیم خداوند برای این برنامه ای که خودت مهیا کردی تا بتونیم خداوند کلامت رو بخونیم و بیشتر از کلامت یاد بگیریم و بیشتر از تو شناخت پیدا کنیم برکت بده به این پیام که خداوند میخوام از کلام خداوند بخونم و کمک کن بتونیم هممون اون چیزی که امروز یاد میگیریم بیشتر بتونیم خداوندا از کلامت بهره بگیریم و بتونیم توی زندگیمون به کار ببریم در نام عیسی مسیح آمین دوستان پیام امروز عنوانش هست نقشه خدا برای تمامی زمانها این دوره دوره سوم دوره دولت انسانی هستش که امروز میخوام یاد بگیریم و در افساسیان باب یک هایی نه تا ده میخونیم میگه چون که سر اراده خود را به ما شناسانید خداوند میگه سر اراده خود را به ما شناسانید بر حسب خشنودی خود که در خود از نموده بود برای انتظام کمال زمانها تا همه چیز را خواهان چه در آسمان و خواهان چه بر زمین است در مسیح جمع کند یعنی در او می برای انتظام کمال زمانها یعنی تمامی زمانها را خداوند نز میده از زمان آدم حوا تا آخر دنیا زمانهای مختلفی هستش دورهای مختلفی هستش که خداوند با انسانها برخورد میکنه به خاطر موقعیت ها به خاطر شرایط مختلف با انسان به گونه مختلف برخورد میکنه بهشون مسئولیت میده و بعد کتاب مقدس میگه همه زمانها خداوند میخواد همه انسانهایی که از این دورها از این زمانها نجات پیدا کردن میخوان همه رو در مسیح جمع کنه خداوند میخواد همه نجاتی آفتگان رو در مسیح جمع کنه کسایی که از همه دورها با فیض خداوند نجات پیدا میکنن در هر دوره ای انسان ها گرچه سرکشی میکنن مجازات میشن اما خداوند راه نجات میذاره راه فرار از مجازات میذاره و با فیض خودش اون کسانی که ایمان میارن به کلام خداوند اونا نجات پیدا میکنن در هر دوره ای شما امروز هم میتونید به فیض خداوند به اون نقشه خداوند برای راه فرار از اون مجازات گناهان اگه ایمان بیارید میتونید فرار کنید از مجازات و نجات پیدا کنید این خداوند خدای محبتی که همیشه میخواد با فیض خودش ما را نجات بده و دوستان هفت دوره هستش در نقشه خداوند از زمان آدم و هوا تا پایان دنیا دوره اول دوره بیگناهی که در باغ عدن شروع شد بیگناه بودن آدم و حوا و بعد موقعی که گناه کردن عارف نیک و بد شدن شماره دو دوره دوم دوره شناخت و خوب و بد یا وجدان شروع شد بعد شماره سه دوره دولت یا حکومت انسانیه شماره چهار دوره وعده یا عهد و شماره پنج دوره شریعت شماره شیش دوره فیض یا عصر کلیسا و شماره هفت دوره هزاره سلطنت زمینی مسیحه که در هر دوره خداوند مسئولیتی میده نقش خداوند و انسانها در هر دوره چیست؟ یک خداوند به انسانها مسئولیت میده در هر دوره ای دو انسانها از انجام مسئولیت سرکشی میکنند و سه خداوند انسانها را برای کوتاهی کردن مجازات میکنه این خداییه که چون خداوند عادل دوستان خداوند عدل داره با عدالت انسان ها رو داوری میکنه چون انسان که سرکشی میکنه علیه خالق خودش خدا چون عادله باید اون برابری و مساوات باشه و رعایت کنه خداوند و باید مجازات کنه انسان رو ولی خداوند همیشه فیض میده خداوند راه میذاره که انسان ها بتونن نجات پیدا کنند و مجازات نشن اون کسانی که خودشون رو فروتن میکنند نجات پیدا میکنند و ای کسانی که سرکشی میکنند و ایمان نمیارن به کلام خداوند اونا تو مجازات هلاک میشن و این دوره دوستان دوره دولت انسانی که میخوایم امروز یاد بگیریم که در نمودار که ملاحظه میکنید سومین دوره که زرد رنگ دورش دایره قرمز رنگ کشیده شده دولت انسانیه حکومت انسانیه که شخصیت اصلی دوره سوم نمروده که برج بابل رو ساختن انسان ها آمدن خواستن که برج بابل رو بسازند و همه انسان ها یه زبون سخن میگفتند و در این دوره خداوند مسئولیت داد به انسان مسئولیت این بود که فرمود به انسان ها بارور و در زمین منتشر شوید خداوند موقعی که نوح به همراه فرزندان و همسرش و زوجه های پسرانش خارج شدن از کشتی بیرون اومدن موقعی که بارون سیل اومد و همه دنیا هلاک شدن فقط هشت نفر در کشتی نجات یافتن خداوند در هر دوره ای نجات میده با فیض خودش نوح 120 سال موزه کرد گفت توبه کنید بیایید سوار کشتی بشید خداوند میخواد هلاک کنه همه چیزو هر چیزی که در دنیاست میخواد هلاک کنه سوار کشتی بشید اما انسان ها خیلی هاشو مسخره کردند و ایمان نیاوردن و کلام خداوند رو تحقیر کردند و دین خودشون رو داشتند مذهبی بودن این اشخاص و ایمان نیاوردن به خداوند یهوه و خدای آسمان ها و سیل اومد همشون بدون استثنا چه آدم خوب چه بد چه مذهبی چه بیدین همشون هلاک شدند چون به کلام یهوه و خداوند ایمان نیاوردند و موقعی که هشت نفر نجات پیدا کردند بارون بند اومد آب فرو رفت و خشکی ظاهر شد و نوح به همراه همسرش و سه تا پسراش و سه تا زوجه های پسراش هشت نفر پیاده شدند همراه با حیوانات و خداوند دوره جدیدی رو آغاز کرد دوره جدید آغاز کرد خداوند که از زمان نو شروع شد تا زمان ابراهیم این دوره مدتش بود و خداوند به نوح فرمود که بارور و کثیر بشید و در زمین منتشر بشید پراکنده بشید زمین رو پر سازید یک جانه باشید منتشر بشید زمین رو پر کنید این اراده خدا بود مسئولیت این بود در این دوره خداوند نگفت که از درخت معرفت نیک و بد نخورید چرا چون نبود چون از باغ عدن اینا بیرون اومده بودند و اونجا درخت معرفت نیک و بد وجود نداشت در این دور خداوند یه مسئولیت تازه‌ای رو بهشون داد به انسانها داد در هر دوره میبینیم به طبق شرایط و اون وضعیت مختلفی که اون محیط داشت و انسانها داشت خداوند بهشون یه مسئولیت تازه میده یه حکم یه فرمان تازه میده و در این دوره خداوند گفت بارور و کسیر بشید یعنی فرزندان زیادی بیارید زاد و ولد کنید یه دونه دوتا نه کثیر یعنی کسرت این هدف خداونده برای زندگی ما خداوند میخواد که کسرت داشته باشیم کثیر بشیم بارور بشیم متاسفانه در دنیای امروز دنیای مدرن مردم میخوان کنترل کنند میخوان زاد و ولد کم باشه میخواد جمعیت اون دنیا میخوان کم باشه این اراده خدا نیست خداوند میخواد که بارور و کثیر بشیم زمین رو پر سازیم این اراده خداوند خداوند زمین رو آفریده که بتونیم در اونجا ساکن باشیم زاد و ولد کنیم و بچه هایی رو برای جلال خداوند بزرگ کنیم تربیت کنیم در راه خداوند تا بتونن خداوند رو پرستش کنن بتونن وارد بهش بشن خداوند ما رو آفرید برای مشارکت ما رو دوست داره خداوند و نمیخواد که ما هلاک بشیم مجازات بشیم خداوند نمیخواد که ما خودخواه باشیم فقط یه بچه داشته باشیم یا دو تا به خاطر اینکه نمیتونیم بهشون برسیم چون وقت نداریم این یه حالت خودخواهیه باید با ایمان دوستان زاد ولد کنیم فرزندان زیادی بیاریم هفتش ده تا هر چقدر بیشتر خداوند بده همونقدر ما میتونیم قناعت کنیم باید برای جلال خداوند این کار رو بکنیم و بارور و کثیر بشیم پس خداوند این مسئولیت رو داد گفت باربر و در زمین منتشر شوید در پیدایش باب هشت آیه 15 تا 17 این مسئولیت رو میخونیم که خداوند به انسانها داد آنگاه خدا نوح را مخاطب ساخته گفت از کشتی بیرون شو تو و زوجهت و پسرانت و ازواج پسرانت با تو و همه حیواناتی را که نزد خود داری هر جسدی را از پرندگان و بهایم و کل حشرات خزنده بر زمین با خود بیرون آورد تا بر زمین منتشر شده در جهان بارور و کثیر شوند پس خداوند میگه در زمین منتشر بشید پخش بشید و پراکنده بشید و در جهان بارور و کثیر شوند یعنی همه حیوانات انسان ها همشون بذار بارور و کثیر بشن این مسئولیتی بود که خداوند به انسان ها داد و در پیدایش باب نوح آیه یک و هفت میخونه میگه و خدا نوح و پسرانش را برکت داده به دیشان گفت بارور و کثیر شوید و زمین را پر سازید و شما بارور و کثیر شوید آیه هفت و در زمین منتشر شده در آن بیافزایید این دوره سوم دوره دولت انسانیه که خداوند گفت بارور کسی شوید و زمین را پر سازید و انسان ها اومدن، بارور و کثیر شدن، زمین رو داشتن پر میکردن زیاد می‌شدن، هر چقدر این 8 نفر، هی زیادتر شدن 16 نفر، 16 نفر شد 32 نفر، 32 نفر شد 64 نفر، 64 شد 128 و الا تا آخر این جمعیت بسیار زیاد شد و حدس بزنید که چه اتفاقی افتاد؟ آیا همه ای انسان ها مثل نوح، فرزندان نوح با خدا بودند؟ فقط این 8 نفر که به کلام خداوند ایمان آوردن آیا همه این هشت نفر فرزندانشون با خدا تربیت شدن همشون آیا ایمان آوردند نخیر میبینیم که اومدن موقعی که جمعیت زیاد شدن منتشر شدن جاهای دیگه رفتن و خیلی هاشون باز از خداوند روی گردانیده رفتن به سوی بوتا و خدایان مذاهب خودشون رو آغاز کردن دوباره علیه خداوند سرکشی کردن پس سرکشی این بود که چون خداوند گفته بود بارور کثیر شوید و زمین را پرسازید منتشر پراکنده بشید چی شد انسان ها اومدن سرکشی کردن که این بود برای ساکن شدن در یک جا برج بابل رو ساختن خواستن برج بابل رو بسازن تا مبادا پراکنده بشن در پیدایش با بیازده آیه یک تا چهار میخونیم میگه و تمام جهان را یک زبان و یک لغت بود تمام جهان ز... پر شد زمین پر شد انسانها زیاد شدن جمعیت تعدادشون زیاد شد یه تمام جهان را یک زبان یک لغت بود همه به یک زبان سخن میگفتن آیا زبان عبری بود زبان چه عربی بود چی بود نمیدونیم و ولی خب به یک زبان سخن میگفتن و واقع شد که چون از مشرق کوچ میکردن مشرق یعنی واقعا از اون طرف کوچ میکردن که پخش بشن به تمامی دنیا همواری در زمین شنار یافتند زمین شنار همون زمینی که به بابل معروفه که اونجا ادیان مختلف نمرود اونجا به دنیا اومد و برج بابل رو ساخت شهر بابل رو ساخت و از اونجا تمامی ادیان دروغین پخش شد همه دین های دروغین از اونجا سرچشمه میگیره بابل که تا میگه در مکاشف باب 17 مادر فاحشه هاست این مادر تمامی ادیان دروغینه که دین ها رو در دنیا به وجود آورد این انسان ها هستند که مذهب درست کردند خداوند هیچ موقع به انسان دین و مذهب نداد خداوند همیشه فیض داد نجات داد راه رفتن به بهشت رو خداوند به انسان ها داد هیچ موقع مذهب نداد می همواری در زمین شنار یافتند و در آنجا سکنا گرفتند و به یکدیگر تیگر گفتم این انسان ها چی گفتن خداوند گفت بارور کسیر بشید زمین رو پر سازید منتشر بشید انسان ها ببین چی گفتند و به یکدیگر گفتند بیایید خشت ها بسازیم و آنها را خوب بپزیم و ایشان را آجر به جای سنگ بود و غیر به جای گچ پس انسان ها گفتن که بیایید خشت ها بسازیم برای خودمون آجر بسازیم یه نیتی داشتن یه نقشه داشتن در سر این نقشه طبق اراده خدا نبود نگفتن که بیایید خداوند اراده خداوند به ما این مسئولیت رو داده گفته که بارور و کثیر بشید و زمین رو پر سازید منتشر بشید پراکنده بشید در تمامی دنیا خداوند ارادش اینه بیایید به حرف خداوند گوش بدیم بیایید پراکنده بشیم بریم جاهای مختلف برای خودمون زمین انتخاب کنیم برای خودمون خونه بسازیم تا اونجا مسکن بگیریم و زندگی کنیم ولی گفتن بیایید خش بسازیم آجر بسازیم نیتی داشتن این چه نقشه ای داشتن آیه چهار می و گفتم بیایید شهری برای خود بنا کنیم و برجی را که سرش به آسمان برسد تا نامی برای خشتن پیدا کنیم مبادا بر روی زمین بر روی تمام زمین پراکنده شویم مبادا بر روی تمام زمین پراکنده شویم خدا من گفت پراکنده بشید زمین رو پر سازید منتشر بشید انسان ها گفتن که بیایید تصمیم گرفتن ببین نشستند با هم مشورت کردند با خداوند مشورت نکردن نگفتن که بذارید دعا کنیم بیایید جلسه دعا بذاریم دعا کنیم طالب روی خدا باشیم ببینیم اراده خداوند چی از خداوند بخوایم تا خداوند اراده نشون بده اما اراده خداوند آشکار شده بود از قبل خداوند ارادهشو دوستان به ما نشون داده در کلامش ما نیاز نداریم به اراده یا مکاشفه ی تازه خداوند خداوند هر چیزی که کتاب مقدس میگه برای دینداری برای زندگی با خدا لازمه به ما داده در کلامش هر چیزی که برای یافتن راه حیات ابد مشخص باشه خداوند در کلامش به ما آشکار کرده که تا مقدس میگه عیسی برای گناهان ما مرد فدیه گناهان ما شد جریمه گناهان ما رو, رو روی صلیب پرداخت کرد و باید به عیسی مسیح ایمان بیاریم تا بتونیم نجات پیدا کنیم چون عیسی منجی تمامی دنیاست چون جریمه رو ایسا پرداخت کرد هیچ اهد دیگه روی صلیب برای ما نمرد یا شکنجه ندید برای گناهان ما به عوض ما نمرد پس ما چون گناهکاریم همه ما باید مجازات بشیم عدل خدا میگه که ما باید تا ابد در جهنم مجازات بشیم اما رحمت خداوند نزاش که عدل خداوند ما رو مجازات کنه رحمت خداوند راه فرار راه نجات برای ما مشخص کرد خود خداوند اومد روی صلیب به صورت انسان روی صلیب فدای گناهان ما شد جریمه رو پرداخت کرد تا مبادا ما, ما برای گناهانمون مجازات بشیم خداوند همیشه فیض میده راه فرار میذاره در این دوره خداوند راه فرار گذاشته برای ما و باید ایمان داشته باشیم به اراده خداوند و از خداوند همیشه باید مشورت بگیریم چجوری از کلام خداوند موقعی که یه تصمیم میگیریم توی زندگی بگیم خداوند اراده تو چیه به من نشون بده در کلامت و میتونیم بخونیم و خداوند صد در صد بعد از مدتی شاید همون روز شاید بعد از چند هفته خداوند نشون خواهد داده اراده و میتونید طبق اراده خداوند اون تصمیم رو بگیرید با اعتماد به نفس از اینکه خداوند اراده شو به شما نشون داده پس این مردم پ... نخواستن پخش بشن گفتن که بیایید خش بسازیم بیایید برجی بسازیم تا سرش به آسمان برسه به بهش برسه تا بتونیم نامی برای خودمون به دست بیاریم خوا... بخوایم مش... مشهور بشیم بذارید شهرت پیدا کنیم تا مردم ببینن که چقدر ما معروف هستیم برج درست کردیم همه به ما نگاه کنن ببینن که اینا چقدر پول دارند اینا خواستن که با نیت پلید با خودخواهی خودنمایی میخواستن بکنن گفتن بیایید متحد بشیم یه جا باشیم مبادا پراکنده بشیم درست بر خلاف اراده خداوند زندگی کردند و در ادامه میبینیم که خداوند مجازات میکنه مجازات تغییر زبان بود خداوند زبونشون رو تغییر داد عوض کرد که نتونن همدیگر رو بفهمن تا بتونن پخش بشن خداوند با زورم که شده باشه خداوند ارادش رو انجام میده دوستان چه ما بخوایم چه نخواهیم خداوند ارادش رو پیاده میکنه پس بهتره که همیشه مطیع اراده خدا باشیم تا بتونیم هم نجات پیدا کنیم هم با خداوند راه بریم لذت ببریم از خداوند خالق خودمون و مجازات نشیم سرکشی نکنیم علیه خداوند خداوند تغییر داد زبانشون رو و اینا مجبور شدن که پراکنده بشن در پیدایش باب 11 آیه 5 تا 9 میخونیم می و خداوند نزول نمود از کجا از بهشت از آسمان اومد روی زمین می و خداوند نزول نمود این این عیسی مسیح بود که از آسمان نزول نمود اومد روی زمین حدودا 2500 سال قبل از مسیح بود که اومد روی زمین چون همیشه خدای پسر کارهای فیزیکی خدا رو انجام میده خدای پدر همیشه پسر رو میفرسته مأموریت که وظیفه یک یه،, یه کاری انجام بده همیشه ایسای هیچ موقع خدای پدر به کسی ظاهر نشد خدای پسر همیشه اومد به آدم ظاهر شد به ابراهیم به اسحاق به یعقوب به موسا به داوود به همه ظاهر شد خدای پسر بود که وظیفه و... که خدای پدر داده بود انجام داد اینجام خدای پسر میه و خداوند نزول نمود تا شهر و برجی را که بنی آدم بنامی کردند ملاحظه نماید خداوند میدونست که انسان ها سرکشی کردند اومد که ملاحظه کنه اومد که یه کاری انجام بده خدای پسر میاد یا مجازات کنه یا تسلی بده یا پیام خبر خوش بیاره یا یا با انسانها ها میخواد مشارکت کنه یه کاری انجام بده اینجا اومد ملاحظه کنه برای چی برای مجازات آیه 6 و خداوند گفت همانا گم یکی است و جمعی ایشان را یک زبان و این کار را شروع کردند و الان هیچ کاری که قصد آن بکنند از ایشان ممتنه نخواهد شد می انسان ها یکی هستند یک گم شدن متحد شدند و این کار را کردن شروع کردند به ساخت برج و میخوان برای خودشون شهرت مقام به دست بیارن و این کار را شروع کردند و نمیتونیم چیزی رو جلوشون رو بگیریم اینجوری که پیش میره اینا میخوان کاملا سرکشی کنن خداوند اومد که راهشون رو بگیره مجازاتشون کنه جلوی سرکشی, سرکشی, انسانها رو بگیره و اراده خودش رو در زمین پیاده کنه و آیه هفته میخونه میگه اکنون نازل شویم این خدای پسره به خدای پدر و رو روح القدس میگه میگه اکنون نازل شویم و زبان ایشان را در آنجا مشوش سازیم مشوش یعنی آشفته یعنی پریشان یعنی عوض کنیم تا سخن یکدیگر را نفهمند خداوند گفت بیا نازل بشیم بریم زبونشون رو تغییر بدیم مشوش کنیم آشفته کنیم تا یکدیگر را نفهمند تا نتونن بتون... تا نتونن با هم دیگه سخن بگن ارتباط داشته باشن بخوان ادام بدن به کارشون به ساخت بر... برج و س... کارشون رو بذارن کنار و پراکنده بشن از هم دیگه سوا بشن در پیدایش باب 11 آیه 5 تا 9 میخونیم آیه 8 شو میه پس خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت خداوند ارادش رو انجام داد پیاده کرد در زمین خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده ساخت و از بنای شهر باز ماندن. از بنای شهری که داشتن می ساختن. شهر بابل برج بابل می ساختن باز ماندن از آن سبب آنجا را بابل نامیدند اون شهر را بابل نامیدند چرا؟ زیرا که در آنجا خداوند لغت تمامی اهل جهان را مشوش ساخت این معنی بابله بابل یعنی مشوش یعنی آشفتگی یعنی پریشانی و نگرانی مشوش ساخت از هم پاشید یعنی زبان لغت تمامی اهل جهان را و خداوند ایشان را از آنجا بر روی تمام زمین پراکنده نمود خداوند اراده خودش رو پیاده کرد در زمین همه رو پراکنده کرد در زمین پس ببینید دوستان در هر دوره خداوند به انسان مسئولیت میده اولین دوره میخونیم که دوره بیگناهی خداوند به انسان گفت به آدم حوا گفت که از میوه معرفت خوب و بد نخورید انسان خوردند سرکشی کردند و خداوند مجازاتشون کرد مجازات این بود که از با قدن اینا رو بیرون کرد مرگ اومد توی زمین و زمین لعنت شد اینا باید با عرق کار میکردن عرق میریختن و روزی خودشون رو به دست می آوردن. و بعد موقعی که از باغ عدن اخراج شدن میوره که خوردن عارف نیک و بد شدن شناخت خوب و بد رو پیدا کردن و وظیفه‌ای که خداوند بهشون داد این بود که کار نیک انجام بدن و قربانی گناه بگذرانند برای گناهانشون و انسان ها اومدن قائن پسر آدم, ه... آدم حوا اومد برای خداوند قربانی زمین از محصولات زمین آورد سرکشی کرد علیه خداوند ولی حابیل با ایمان قربانی خون یعنی بر را آورد به خداوند تقدیم کرد خداوند از قربانی هابیل خشنود بود ولی قربانی گائن چون از روی سرکشی بود با ایمان تقدیم خداوند نکرد رد شد خداوند ردش کرد سرکشیش کرد و انسان ها زیاد شدن در زمین سرکشی کردن علیه خداوند قربانی خون تقدیم نکردند خداوند مجازات کرد چجوری با سیل بعد موقعی که در این دوره خوندیم دوره سه دولت دولت انسانیه که اومدن تحت رهبری نمرود یه دولتی رو تشکیل دادن برجی ساختن شهر بنا کردن که یه یه دونه رهبر در زمین داشتن نمرود که امروز هم تمامی دنیا به سمت نمرود میره به سمت اون شهر بابل که همه دنیا میخوان که یه رهبر داشته باشن که همه دنیا رو هدایت کنه و رهبری کنه و زمان اون رسیده که خداوند به زودی مجازات کنه همه انسان ها امروز میخوان متحد بشن میگن یه رهبر یه دین و یه نماینده میخوان که هدایت کنه اینا رو یه دین میخوان داشته باشن یه واحد پول میخوان در دنیا داشته باشند این دستور تازه‌ایه که در دنیا میتونیم مشاهده کنیم که مردم دارن فشار میارن دولت ها در سازمان ملل، امریکا، اروپا اینا اتحادیه اروپا و میخوان که یه اتحادیه داشته باشن یه دین میخوان درست کنن در آینده این دجال که میاد همون مثل نمرود خواهد بود رهبر دنیا خواهد بود که ضد مسیح میاد که یه دین درست کنه در زمین و یه رهبر باشه در زمین که همه دنیا رو حکومت کنه اتحاد داشته باشن میخوان علیه خداوند سرکشی کنن برجی میخوان درست کنن میخوان برای خودشون نام درست کنند و خداوند به که برگرده بازگشت کنه و زمین رو مجازات کنه و نجاتی یافتگان کسایی که با خون عیسی مسیح نجاتی یافتن میخواد که بیاد اونا رو نجات بده و در این دوره سوم دولت انسانی انسان ها اومدن دولت درست کردن و رهبری نمرود نمرود شد رهبر تمامی دنیا برجی درست کردن که میگه مبادا بر روی زمین منتشر بشن پراکنده بشن علیه خداوند سرکشی کردن خداوند اومد زبونشون رو تغییر داد همیشه زبان که میاد در کتاب ماده است اون سمبول مجازاته در عهد جدیدم میبین به زبانها رسولان سخن گفتند همه مردم شنیدن پیام انجیل رو ایمان آوردن ولی یهودیان این نشانه مجازات برای یهودیان بود زبانها نشانه بود که یهودیان خداوند میخواد مجازات کنه چرا چون عیسی مسیح رو رد کردن مصلوبش کردن خداوند از طریق زبانها هشدار داد به یهودیان گفت که این آخرین مهلت ایمان بیارید هی hey, رد کردن عیسی مسیح رو رد کردن و هفتاد میلادی که رومیان حمله کردن به شهر اورشلیم اورشلیم رو نابود کردن معبد خداوند رو خراب کردن و, و این مجازات شامل حال یهودیان شده و بعد از اون زبان ها خاتمه یافت و زبان دیگه نداریم که اون رسول ها میتونستن به زبان ها موضع کنن که همه مردم میتونستن بفهمن ایمان بیارن به پیام انجیل پس دوستان در این دوره میبینیم که خداوند انسانها رو مجازات کرد انسانها چون سرکشی کردن پس دوستان درس برای ما اینه که همیشه اراده خداوند را در کلامش طلب کنیم خداوند ارادش رو به ما در کتاب مقدس نشون داده باید ایمان داشته باشیم با ایمان زندگی کنیم سرکشی نکنیم نگیم که خداوند چون گفته که فلان کار رو بکن نباید من سرکشی کنم باید انجام بدم بگم که خداوند تو گفتی من ایمان میارم من میخوام با اراده تو زندگی کنم پس دوستان همیشه اراده خداوند را طلب کنید مشورت کنید با خداوند تا مجازات نشید ولی خدا رو شکر که خداوند راه نجات برای ما گذاشته که عیسی مسیح راه نجاته میتونیم با عیسی مسیح وارد بهش بشیم خدا بهتون برکت بده و شما رو تا برنامه آینده به خداوند میسپارم متشکرم که برنامه ارتباط ایمان را دنبال میکنید که میتونیم شما را به خداوند ارتباط بدیم.